خب بچه سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ادامه میدیم مبحث فنگ شوی رو. من یه نکته ای رو بگم قبل از اینکه کار رو شروع بکنیم. ببینید، قواعد طراحی با قواعد فنگ شوی ممکنه یه بخش، مثلا شما یه طراحی رو انجام میدین از لحاظ قواعد طراحی ممکنه درست باشه ولی برخلاف قواعد فنگ شوی باشه. مثلا یکیش همین تخته که شما تخت رو از لحاظ فنگ شوی خب میگن 3 تا 5 سانت از دیوار فاصله داشته باشه، چون انرژی ها اون پشت جمع میشه و مانع رفت آمده انرژی میشه اگر که تخت به دیوار چسبیده باشه. از کنار هم همینطور، از کنار هم میگن اگر که شما میخواین مثلا تخت نزدیک به دیوار باشه 3 تا 5 سانت فاصله بدین. حالا این 3 تا 5 سانت از لحاظ طراحی غلطه. ما گفتیم از لحاظ طراحی حدود 50-60 سانت نیاز داریم برای اینکه اون مثلا تخت خوابه دو نفر اون شخصی که میخواد رفت آمد داشته باشه اینجا راحت بتونه هم به تخت دسترسی داشته باشه و هم از تخت بیاد بیرون و به سمت هر جایی که میخواد حرکت بکنه. این نکته رو حتما دقت بکنید. حالا ما بیشتر بر اساس قواعد فنگ شوی میخوایم این جلسه رو ببریم جلو دیگه. یکی از نکات اصلی اینه که اگر میخواین تختتون رو جانمایی بکنید اینه که تو موقعیت فرماندهی باشه. حالا این موقعیت فرماندهی یعنی چی؟ یعنی شما به در مسلط باشین، بتونین در رو ببینین. یه نکته ای که هست اینه که نباید دقیقا روبروی در باشه. هم از لحاظ طراحی این غلطه، اینکه دقیقا روبروی در باشه تخت خواب، هم از لحاظ فنگ شوی. از لحاظ طراحی این که گفتیم ما اگر که در باز بشه اون اشخاصی که بیرون هستن نباید تخت رو ببینن دیگه، پس تخت نباید دقیق روبروی در قرار بگیره ولی باید به در مسلط باشه. حالا توی زاویه دیگه، مثلا یه مقدار سمت چپ یا یه مقدار سمت راست که بتونه در رو ببینه. از لحاظ فنگ شوی هم برای این میگن روبروی در نباشه، چون انرژی هایی که وارد میشه یکی از در میاد یکی از سمت پنجره دیگه، انرژی هایی که خارج از این فضا هست. و یه دلیل این که به این موقعیت تابوت میگن که تا جایی که ممکنه شما نباید این حالت بذارید پیش بیاد، چون انرژی های خارج از اتاق خواب باعث میشه که شما تو طول شب نتونین خواب راحتی رو داشته باشید. حالا چه تخت خواب دو نفره باشه چه یک نفره، نباید به این شکل چیدمان رو انجام بدیم. من این تخت رو برمیگردونم 180 درجه. تخت خواب اینجا هم نباید باشه. ببینیم، ما فرضاً اینجا پنجره رو داریم، بین دو تا پنجره انرژی ها سرعت بیشتری دارن و تا جایی که میشه ما نباید بذاریم که وسایل مختلف مانع رفت آمد این انرژی ها بشن. و اینجا میبینی که تخت اینجا بین در و پنجره داره که باز اینم جانماییش غلط هست و به این شکل نباید باشه. اگر که دو تا پنجره هم داشته باشین باز نباید تخت بینشون قرار بگیره. ببین، باز من اینو میچرخونم، مثلا میذارمش یه بذاری 90 درجه بچرخونم. مثلا اینجا باشه، ما یه پنجره اینجا داشته باشیم، یه پنجره هم اینجا و تخت اینجا باشه، باز اینم باعث میشه که جلوی انرژی رو ما بگیریم، انرژی که بین اینا هست و تخت باز اینجا هم نباید قرار بدیم. حالا یه سری اینا میذارن کنج، چه تخت خواب یه نفره باشه چه دو نفره، حالا فرق نمیکنه. یه سری ها مثلا میان این تخت خواب رو میذارن کنج، که این هم از لحاظ طراحی هم از لحاظ فنگ شوی غلطه. از لحاظ فنگ شوی که میگن انرژی ها توی کنج جمع میشه و نباید تخت خواب به این شکل باشه. از لحاظ طراحی هم خب میبینیم که فضای زیادی رو این سبک چیدمان اشغال میکنه، یعنی این فضا کامل بلا استفاده میشه. ما زیر پنجره هم نباید تخت رو قرار بدیم. مثلا اگر که فرضاً اینجا من یه دونه پنجره داشته باشم، مناسب تر اینجا هم برای تخت خواب مثلا این دیوار وسط باشه، باز بهترینه که زیر پنجره نباشه. از لحاظ طراحی که خب سر و صدا و نور آفتاب باعث میشه خواب راحتی نداشته باشیم. از لحاظ فنگ شویی هم باز گفتم چون انرژی ها از سمت در و پنجره وارد میشن و انرژی زیادی از این دو تا سمت
وارد اتاق میشه یا وارد هر فضایی که یه بخش خروجی داشته باشه، در نتیجه خوابتون رو مختل میکنه و بهتره که تخت زیر پنجره هم قرار نگیره. به غیر از اینکه انرژی ها رو ما داریم سعی میکنیم متعادل کنیم، یه سری آبجکت هم تو اتاق خواب بهتر این که تعادل رعایت بشه بینشون. مثلا سایت تیبل اگه انتخاب میکنین، یا آواژور انتخاب میکنین، یا حتی مثلا بالش برای تخت انتخاب میکنین، بهتره که اینا به صورت جفت خریداری بشن که تعادل رو تو این بخش هم داشته باشیم. اتاق خواب اگر که دقت کرده باشیم به دکور اتاق خواب، اکثر اتاق خواب تعادل بین مثلا سایت تیبل ها یا حالا آواژور ها یا حتی یه آویز از کنارهای تخت آویزون هست، اکثرش این تعادل رو رعایت کردن. اگر که به این شکل نیست، مثلا سمت چپ تخت آواژور، سمت راستش آویز استفاده شده، خب تعادل جاهای دیگه اتاق خواب حتما میتونیم ببینیم توی انرژی ها. از رنگای خونسا بهتر داخل اتاق خواب بیشتر استفاده بشه، رنگای کرم، بیج، توسی یا حتی رنگای پاستلی هم رنگای مناسبی هستن برای اتاق خواب، چون باعث میشن خواب راحت تری داشته باشیم دیگه. ولی دکوری ها رو میتونین رنگای گرم استفاده کنین که فضا خیلی یک نواخ نشه. قفسه های بزرگ کتاب بچه نباید اصلا داخل اتاق خواب داشته باشین، چون کتاب خودش انرژی فعال، حالی یکی دوتا مشکل نیست، ولی این یه قفسه کامل کتاب حتی باعث استرس میشه و باعث میشه که نتونیم در واقع خواب راحتی داشته باشیم و آرامش قبل خوابمون رو به هم میزنه به نوعی. ولی یه کتابی که شما شبا قبل از خواب میخونی، خب مسئله این نیست، اگر که با استفاده از یه سری انرژی های غیر فعال دیگه اون فضا رو، فضای اتاق خواب رو متعادل بکنی. نکته بعدی استفاده از آینه است. آینه رو تا جایی که میشه ما باید داخل اتاق کم استفاده کنیم یا حتی اگه میشه استفاده نکنیم. میدونم که اکثر اتاق خب آینه کنسول رو باید داشته باشن، ولی حداقلش اینه که روبروی تخت قرار ندیم، یعنی در کل وقتی که تو تخت هستیم نباید طوری باشه که خودمون رو بتونیم مثلا تو آینه ببینیم. مثلا این عکس رو ببینیم، این الان اینجا طریقه غلط چیدمان هست که کسی که تو تخت باشه کامل خودش رو میتونه ببینه و اینجا ببینی اینجا اصلاح شده. حالا یا این آینه آسمبلاس شدن، مات شدن، یا اینکه کلا یه پوششی روی این بخشای آینه قرار گرفته و اون شخصی که اینجاست دیگه خودش رو نمیتونه داخل این آینه ببینه. پس اگرم آینه داخل اتاق داریم که مسلما اکثر اتاق آینه رو دارن، باید طوری باشه که شما داخل تخت وقتی هستین نتونین خودتون رو توی آینه ببینین. نکته بعدی این که فضای زیر تختتون رو بچه حتما باید خالی بذارین، چون زیر تخت خوابا خب اصلا یه جوری طراحی میکنن که بتونن به عنوان مثلا کمد ازش استفاده بکنن، چمدونی چیزی اگر دارن زیر تخت بذارن، که همین موضوع باعث پر شدنش میشه، ولی از نظر فنگشویی جلوی جریان انرژی رو میگیره. مثل همون فاصله ای که گفتیم 3 سانت تا 5 سانت فاصله بدیم پشت تخت یا کنار تخت از دیوار، اینم دقیقا همینه. برای اینکه انرژی بتونه جریان داشته باشه، شما وقتی که زیر تخت رو پر میکنی اتفاق نمیافته و از نظر فنگشویی بهتره که زیر تخت خالی باشه که انرژی بتونه جریان پیدا کنه. حالا قاب دور تخت رو هم شما میتونید از زمین بالاتر در نظر بگیرین، ولی خب این قاب مشکلی ایجاد نمیکنه توی عبور انرژی. میرسیم به گلوگیاه، این که گلوگیاه رو داخل اتاق خواب استفاده بکنیم یا نه. قانون کلی فنگشویی از ما میخواد که تا جایی که میشه کمتر از گلوگیاه داخل اتاق خواب استفاده کنیم، نه اینکه بد باشه، نه. اصول فنگشویی بر این اساسه، چون گلوگیاه انرژی فعال زیادی دارن، ولی ما داخل اتاق خواب انرژی غیر فعال رو به عنوان انرژی غالب داریم و نیازی نیست که گلوگیاه استفاده بکنیم داخل اتاق. و یه نکته دیگه این که شما تلویزیون اگر بر اساس قوانین فنگشویی میخواین چیدمان بکنین، تلویزیون نباید داشته باشین، یا اگر دارین باید انرژی های غیر فعال رو خیلی بیشتر بکنین، چون تلویزیون انرژی فعاله و نماد عنصر فلزه. و الان این عکسایی که میبینیم بر اساس قوانین فنگشویی چیدمان نشن، چون داخلشون هم تلویزیون هست هم میز کار هست. شما میز کارم نباید داشته باشید داخل اتاق خواب،
در نتیجه این رو هم باید بدونید که یه سری از قوانین دکوراسیون داخلی با بحثای فنگشویی متفاوتن. دیگه نکته‌ای نیست راجع به اتاق‌ها. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین، امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه.